تصاویر و فیلم لحظه بازگشت اولین صحبت‌ها و سخنرانی دکتر پزشکیان در فرودگاه مهرآباد بعد از سفر دو روزه قطر. همون گونه که اطلاع دارید، دکتر پزشکیان برای شروع و سخنرانی در اجلاس سران‌ها به قطر رفته بود و سرانجام به نظر میرسه که به ایران برگشت تا در نماز جمعه‌ای که تقریباً 2 الی 3 ساعت آینده قرار هست برگزار بشه و از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار هست شرکت کنه و در اون مراسم خودشو قرار بده. اما اینجا هستیم با هم دیگه بپردازیم به سخنرانی و صحبت‌های دکتر پزشکیان در بعد به ورود به ایران و اینکه چه دستاوردی این سفر دو روزه قطر داشته و ببینیم که از چه چیزهایی دکتر پزشکیان صحبت کرده. در اول این کار و در بعد به ورود رئیس جمهور به کشور، همون گونه که در تصویر مشاهده می‌کنید، نشست خبری برگزار شد و رئیس جمهور از این گفت که بانک مرکزی در رابطه با 6 میلیارد دلار مشکلی که وجود داره به تفاهمات خوبی با قطری ها هم رسیدیم. برخورد قطری ها با ایرانی ها قابل قدردانی بود و رئیس جمهور پس از بازگشت از سفر به قطر در بدو ورود به تهران گفت جلسه صمیمی با ایرانیان مقیم قطر داشتیم که از همه عزیزان و دغدغه ها و مشکلات خودشون رو بیان کردن. در گفتگو با امیر قطر مسائل و نگرانی های ایرانیان مقیم را مطرح کردیم و قول داده شد که این مشکلات حل شود. در صورت نیاز به هماهنگی های بیشتر آماده هستیم تا مشکلات رو به صورت کامل برطرف کنیم. قطری ها برخورد بسیار محترمانه و قابل قدردانی با ما داشتند. همون گونه که دارید میبینید یک ویدیوی فوق العاده مهم و جنجالی از دکتر پزشکیان منتشر شد که گفتگوی جالبی با یکی از نیروهای هوایی ارتش داشت و گفت انتظار نداشتم شما به زحمت بیافتین و قدردان شما هستم که این ویدیو بسیار در فضای مجازی وایرال شد. گفتگوی دکتر پزشکیان با خلبان خودش و همچنین از این گفت که برای آزادی 6 میلیارد دلار دارایی ایران در قطر به تفاهمات کامل رسیده این و به نظر میرسه که بخش قابل توجهی از بدهی ها برگشت خواهد خورد. اما قبل از اینکه بپردازیم به صحبت‌های رئیس جمهور و فیلم کامل این اتفاق، دکتر عباس عراقچی به نظر برای اولین بار به عنوان وزیر امور خارجه ایران سفر خودش رو به یک کشور، اون هم به صورت تنهایی آغاز میکنه و شهر و کشوری که قرار شده این اتفاق رخ بده شهری نبود به جز بیروت لبنان که طی 24 ساعت گذشته شامل اتفاقات زیادی شد و باید ببینیم که سفر دکتر عراقچی در کشور لبنان به چه گونه خواهد بود و چه اتفاقات دیپلماسی قرار هست در این سفر بیفته. همه چیز بعد از اقامه نماز جمعه به اقامت رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود و باید ببینیم که چه اتفاقاتی پیش رومون هست. با ما همراه باشید. چکیده مهم از صحبت‌های دکتر پزشکیان در بعد به ورود به ایران رو ببینید. سفر در حقیقت یک روزه بود، ولی تصور میکنم شاید کار چندین روز رو عزیزان ما در اونجا با گروه‌های مختلفی که باید گفتگو میکردن صحبت میکردن صورت گرفت. اول دیداری داشتیم با امیر قطر که بر اساس دعوت ما رفته بودیم اونجا، استقبال خوبی کردن، صحبت‌های خوبی انجام گرفت، تفاهماتی شکل گرفت که طبیعتاً به 6 تا تفاهم نامه منجر شد که وزرا امضا کردن. یک اتفاق جدیدی که افتاد این بود که وزرای خارجه کشورهای عربی به اضافه وزیر خارجه ما برادرمون آقای دکتر عراقچی با هم جلسه گذاشتن راجع به منطقه، راجع به وضعیت غزه و لبنان گفتگوهایی صورت گرفت در رابطه با مشکلاتی که با هم داشتیم و یا گلایه ها اونجا به یک تفاهمات خیلی خوبی دست یافتند اینا و این روند طبیعتاً میتونه ادامه پیدا بکنه. دوستان ما در قسمت‌های مختلف کارهای خیلی خوبی انجام دادن، هم وزیر محترم نیرو اونجا حضور داشتن، وزیر محترم ورزش و جوانان، بعد خب وزیر خارجه هم که حضور داشت، نمایندگان محترم حضور داشتن، رئیس اتاق بازرگانی حضور داشت و اینها همشون با همکارا به اصطلاح هم سنفان خودشون گفتگو داشتن و تفاهمات بسیار خوبی انجام گرفت. انشالله که اینا رو بتونیم ما پیگیری کنیم، عملیاتی بکنیم و قرار شد انشالله وقتی که اون تصمیم‌هایی که در اون گفتگوهای دو جانبه شکل گرفت
به انتها رسید، انشالله وزیر امیر قطر رو دعوت کنیم بیان ایران و با هم اونها رو نهایی بکنیم و تبدیل به یک عملیات اجرایی بشه. و خب نهایتاً آن چیزی که همیشه در تمام سفرها ما به دنبالشیم ایجاد وفاق همدلی بود. با رئیس جمهور محترم تاجیکستان گفتگو داشتیم، با نخست وزیر تایلند گفتگو داشتیم. در همه این گفتگوها و بحثا نگرانی هایی که در رابطه با منطقه بود مورد بحث قرار گرفت و این به مرور داریم به جایی میرسیم که یک زبان به نگاه مشترکی با کشورهای همسایه داشته باشیم و بتونیم با صدای واحد و با یک نگاه روشن دنیا رو به اون جایی که باید دلمون میخواد هدایت کنیم که اسرائیل رو سر جای خودش بنشونن و دست از جنایت و کشت و کشتاری که اینا به رو انداختن بردارن انشاءالله. اما همون گونه که گفته شد، در طی 24 ساعت گذشته در کشور لبنان اتفاقات زیادی افتاد. حدود ساعت 3:54 نیمه شب آژیر خطر در نزدیکی کرانه باختری در مرز اردن به صدا در اومد که از اهمیت بود و اعتراف رسانه های عبری زبان که از ویرانی و خساراتی که در نتیجه هر واکنش جدید ایران به اسرائیل وارد میشه گفتند و گفتند که وحشتناک بود و ممکن است دیگه از اونها جان سالم به در نبریم. و همچنین حملات مجدد هوایی به زاهیه جنوبی بیروت اتفاق افتاد و حمله رژیم صهیونیستی به مجاورت بیمارستان السان تیریز در حومه جنوبی زاهیه اتفاق افتاد و مجددا حملاتی به مناطق دیگر هم اتفاق افتاد. اما بعد از این حملات وحشیانه‌ای که به زاهیه اتفاق افتاد، تصاویر و فیلم‌های مختلفی از شهرهای لبنان و مخصوصاً بیروت و زاهیه بیرون اومد که حالا اینجا جایی برای پخش آنها نیست، اما خب در ادامه با هم دیگه خواهیم پرداخت. انتشار برای اولین بار فیلمی از آماده سازی موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات وعده صادق 2 برای اولین بار منتشر شد که تصاویری از شهید سید حسن نصرالله و شهید نیرفروشان بر روی آنها نقش بسته بود. حزب الله لبنان هم در طی 24 ساعت گذشته یک بیانیه منتشر کرد و گفت 34 به خود خبر داد و طی سلسله عملیات خیبر با رمز لبیک یا نصرالله به پایگاه های رژیم صهیونیستی حمله شده. اما گونه که اطلاع دارید، بعد از سفری که اتفاق افتاد در قطر صحبت های زیادی مطرح شد. از همون اول هم یک توییتی از سمت دکتر عراقچی منتشر شد و پیام سفر قطر همسایگان اولویت ما هستند تیتر این توییت بود و وزیر امور خارجه ایران از این گفت که تعاملات مهم امروز در قطر مایه خوشبختی است. حضور در اولین سفر دکتر پزشکیان به قطر و دیدارهای ایشان با امیر قطر و نخست وزیر قطر و همچنین وزرای خارجه عربستان و رهبران حماس در حاشیه اجلاس سران مجمع همکاری های آسیایی و اولین نشست غیر رسمی وزرای خارجه ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اتفاق مهمی بود. پیام این سفر: همسایگان ما اولویت ما هستند. هدف ما یک منطقه قوی است. گفتگو یک ضرورت. این توییتی بود که وزیر امور خارجه ایران یعنی دکتر عباس عراقچی منتشر